عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همینان عزیز و ارجمندم. در این منزل از برنامه با چهره هستیم که پیش از اینم او رو در همین برنامه دیدید، آقای دکتر هوشنگ امیر احمدی در ایالات متحده آمریکا در واشنگتن در نیوجرسی که سالیان درازی تلاش میکردن بین واشنگتن و تهران رو جوش بدن، پیوند بزنن یا پل بزنن بین دو مرکز قدرت. صدای صرفه شون هم شنیدید. درود بر شما آقای امیر احمدی. دکتر امیر احمدی درود بر شما، جناب آقای میبودی عزیز درود به همه اونایی که پشت صحنه هستن و دارن کمک میکنن که این برنامه اجرا بشه. خیلی متشکرم. امروز خیلی اخم کردی، چرا جان؟ سرتون هم زیره، چرا به ما نگاه نمیکنید امروز؟ بله بسیاره. بله بله آقای بله. دکتر امیر احمدی، بار گذشته که با شما صحبت میکردم متوجه شدم، برداشت من این بود که شما روی نقش مردم و سپاه پاسداران تکیه میکنید، یعنی معتقدید این دو اگر با هم یکی بشن میتونن کلک ادهی رو بکنن که با اون قبیله رو که بر مملکت حاکمیت دارن و جز فساد و تباهی چیزی دستاوردشون تا یه 40 سال نبوده. میخوام ببینم این استنباط درسته؟ نه ببینید، نیست درست. مردم برا ما اولن و ما اگر بتونیم از طریق مردم این نظام مذهبی رو برنگون کنیم و این 200 نفر روحانی رو از صحنه سیاسی کشور خارج کنیم، نیاز به هیچ چی نیست. یعنی ما تکیهمون اول روی مردمه و تمام زورمون هم روی مردم داریم میزنیم که این مردم بیان و این کار رو بکنن. متاسفانه مردم ما داخل و خارج کشور این روزا اکثریتشون اصلا بی عمل و بی تحرک و فقط پر حرف، مخصوصا نوع روشن فکرش هست. واقعا آدم کلن نسبت به این مردم به اصطلاح من خوشبینم هنوز، ولی واقعیت اینه که دارن اون چیزی رو که این مردم باید بکنن نمی کنن. و چون ما نگران این هستیم که مردم نخوان و نتونن تو این صحنه حداقل تنها وارد میدون بشن، اون وقت باید یه فکر دیگری هم کرد. یعنی علتی هم که میگن مردم نمیان برای اینی که میگن میترسن. از کی میترسن؟ از سپاه میترسن، از پلیس میترسن، از امنیت میترسن. یعنی یکی از حرفا اینه که آقا مردم نیستن تو خیابونا، نمیان، این حکومت هر کاری رو میکنه مردم بازم بلند نمیشن، برای اینکه مردم میترسن میگن. خب سوال اینه که شما اولا چگونه میخوای مردم رو بیاری ازش استفاده کنی و چجوری میتونه ترسش رو شما کم کنی؟ اینجاست که برای حل مشکل ما به فکر این میفتیم که باید از نیروهای شاید نظامی امنیتی، اون نیروهایی که دوربر حکومت هستن هم علیه حکومت استفاده کرد. بنابراین اولا بحث سر سپاه فقط نیست، سپاه یکی از اون نیروهاست که به هر حال اونجا هست، به قول شما چه آدم کشه یا هرچی باشه، به هر حال یه نیروی اونجا هست که این نیرو یا باید خونسا بشه یا طرف مردم باشه یا با مردم می جنگه. حالا شما آخه شما دفعه قبل گفتید من قول میدم که این بار اگر مردم در خیابون ها باشن سپاه در کنار اونها قرار بگیره. پس یه اطلاعاتی دارید، یعنی شما ارتباطاتی دارید که با این اطمینان میگید؟ بنده خب حتما اطلاعاتی دارم دارید. و حتما ببین یادتون باشه این امیر احمدی داره حرف میزنه، من در این 30 خورده سالی که تو سیاست و رابطه و اینا بودم من هیچ وقت حرف اشتباه نزدم. نه نزدید، ولی بازی خوردید شما بارها. شما بارها به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در انتخابات تو ایران شرکت کردید، همیشه متوجه شدید که بازیتون دادن. نه نه من اونجا هم توضیح میدم برات، من بسیار بسیار هوشمندانه عمل کردم سر همون بازی انتخاباتی و برعکس مخالفین من که فقط دنبال انتخابات آزادن و از خارج کشور حرف میزنن، بنده وارد صحنه شدم و در مورد انتخابات آزاد به جمهوری اسلامی و دنیا با عمل ثابت کردم که این حکومت دموکرات نیست، که این انتخابات آزاد نیست، که این انتخابات امیر احمدی ها رو
رد صلاحیت میکنه ولی یه عده آدم بی سواد و کم عقل و صلاحیتشو تایید میکنه. من برنده بودم، نه حکومت و نه مخالفین من که فقط حرف میزنن عمل ندارن. و اما برگردم بذار شما لطفا بذارید من حرفامو تموم بشه. خب نه نه امین با... سوال دارم آخه ببینید آقای دکتر امیر احمدی، آقای دکتر ببینید یه مسئله مطرح میکنید که باید راجع بهش صحبت کرد. پس بازی کردن در میدان حکومت به قصد افشاگری نوعی اقدام موجه و مطلوبه دیگه، شما همینه دارید میگی. یعنی با حکومت ما با قواعد حکومت بازی کنیم به قصد اینکه دنیا رو مثلا اونا رو بخوایم رسوا بکنیم. خب این استدلال خیلی کسانی است که تو این 40 سال با حکومت همکاری کردن، همراهی کردن، از حکومت دفاع کردن. آقای میبودی جونه. شما یه سوال داری یا خودت جواب میدی؟ اجازه بدید. نه نه سواله، سوال از شما. جواب منو داری میدی یا جواب خودتونو داری میدی؟ اردو رو سوال کردی در سپاه بعد پریدی تو انتخابات. قبل از اینکه ما سوال مسئله سپاه رو حل کنیم شما وسط کار پریدید به انتخابات. این که نمیشه، که اینجوری نمیشه مصاحبه رو پیش برد. بنده اجازه بدید و سوال اولتون جواب بدم بعد برید رو سوال دومتون سومتون. مسئله ببین شما از من سوال کردید که شما مردم رو با سپاه میخواید، بنده در چارچوب اون داشتم حرف میزدم، شما یه دفعه مسئله انتخابات رو گذاشتید وسط. نمیشه اینجوری، نه شما به نتیجه میرسید نه مردم چیزی میفهمن از حرفای ما و نه این میشه یه بحث بین من شما و چیزی نمیشه توش. اجازه بدید وقتی که شما یه سوال میکنید جواب سوال تموم بشه، بعد اگر سوال درونش دارید انجام بدید یا یه سوال دیگه ای مطرح کنید. بنده در خدمتتون هستم، جای دیگه هم نمیرم. در مورد سپاه و مردم عرض کردم ما اول روی مردم تکیه داریم. متاسفانه مردم الان تحرک ندارن برای اینکه میترسن. ما بنابراین باید نیروهایی که اینا رو میترسونن رو به یک شکلی قانع کنیم که ترسناک نشن، که با مردم کار کنن، که از مردم حمایت کنن. حالا ممکنم موفق نشیم، چیزی رو هم از دست ندادیم، چون اگه موفق بشم چیزی رو گرفتم، اگه موفق نشم چیزی رو از دست ندادیم. من اعتقاد داریم که میشه. بنده استادم، معلمم، بنده الان استاد ممتاز هستم، بنده کارم ایژوکیشن و آموزش و ایناست، اعتقاد به این دارم که مردم یاد میگیرن. نکتم اینه که ما میخوایم این نیروهایی که برای حکومت علیه مردم میان تو خیابون رو مسیرشون رو عوض کنیم. تونستیم فبه المراد، نتونستیم چیزی رو از دست ندادیم. خب شما چیزی از دست ندادید، ولی مردم که چیزی از دست دادن. یعنی بی خودی شما اونها رو امیدوار کردید به یک امر موهوم. بنده کسی رو امیدوار نکرده، بنده دارم هنوز همون فعالیت رو میکنم. بنده دارم میرم جلو. بنده 6 ماه پیش این جریان رو شروع کردم، آقایون دیگه 40 سال پیش، بنده از اونا جلوترم. من چرا میگی من امید چیز میکنم؟ بنده الان جلوترم. خب بنده امید. بنده الان عملا تنها آلترناتیویه که مونده، چیزی نمونده دیگه. کی مونده به من؟ خب. اسم ببر. اولا آیه دکتر امین احمدی عزیز، من خدمت شما نقطه اول. کسی به مردم امید واهی نمیده. نقطه اول امید واهی اونایی دادن که 40 سال به مردم گفتن چمدوناتو باز نکنید، ما داریم برمیگردیم ایران. بنده همچی کاری نکرده. بعد من 6 ماه اومدم تو این جریان، نه 40 سال. این نکته اول. نکته دوم در مورد انتخابات بذارید صحبت عرض کنم عزیزم. انتخابات اولا شرکت در انتخابات حق هر ایرانی شهرونده، حق هم است. هیچ کس نمیتونه این حقا از من و شما و کس دیگه بگیره. بر دلیل نظام برحق کاملا درست. همین این نظام گرفته، ما هم داریم باش دعوا میکنیم. بنده میرم اونجا ثبت نام میکنم، میگم حق نداری منو رد صلاحیت میکنه، میگه نه من میکنم. به کرد ما میریم تو دنیا، نشستم توی CNN اینور اونور نوشتم که آقا این حکومت که هر از چنگای یه انتخابات میکنه و بعد میگه آزاده نیست. اینم نمونهش امیر احمدیه که رد صلاحیت شد. خب این بهتره یا اینکه شما تئوری ببافید؟ اینکه نمیشه. ببینید یادتون باشه آقای میبودی، یادتون باشه تا همه این انتخابات بین 60-80% این مردمی که شما میخواید تو خیابون بیارید که میگید من
دارم اینا رو خوش خیال میکنم، میرن رأی میدن. آقا شما چرا متوجه نیستید این مردم رأی میدن به این حکومت؟ واقع بین باشی، عملگرا باشی. شما از باش از لس آنجلس نشستی میگین لنگش کن. آقا این مردم رأی دارن میدن. بنده امیر احمدی تو همون انتخاباتی که ثبت نام کردم رد صلاحیت شدم، تو همون انتخابات آقای روحانی 24 میلیون رأی آورد، آقای رئیسی 16 میلیون رأی آورد. ببین بشینید فکر کنید در مورد، یعنی آرایی که از صندوق بیرون اومد و خونده شد نیست. حالا شما فرض کنیم که شما فرض کنیم نصف اینا مثلا غلط، با هر چیزی ما دیگه جمعیتش میبینیم. آقا اینجوری هم نیست. ببین ما 40 ساله داریم سر خودمون کلا میذاریم. به نظرم نه، به نظرم آماری که آقای مصباح یزدی میده شاید درست‌تر باشه. مصباح یزدی میگه ما 10 میلیون انقلابی تو ایران داریم. این آخرین بیانات ایشونه. مصباح یزدی یادتون باشه اصلا استاد مبالغه است ایشون، میگه 10 میلیون. بابا تو اصلا میگم تو از تمام این پیغمبرا ججی. نه میگم آدمی که مصباح یزدی چی؟ نه میخوام خدمتتون بگم که 76 میلیون ایرانی تو مملکت زندگی میکنه که هیچ اعتقادی نه به این انقلاب داره، نه به این نظام مذهبی داره، نه در این بازی ها شرکت میکنه. شما یک جمعیت اندکی که اقلیت رو در اون جامعه تشکیل میدن و توی این نمایشات انتخاباتی شرکت میکنن، همه ما میدونیم که آرا نخونده میشه، آرا نوشته میشه روی آقای میبودی. شما با این بحث ها میخواید به کجا برسید؟ واقعا اصلا آقا امیر احمدی رفته وزیر حکومت هم بوده. میخوام اینو خدمت همین اول اطلاعات غلط ندی آقای میرم. ببین آقای دکتر امیر احمدی، آقای دکتر امیر احمدی مگه وزیر بوده، سفیر بوده، وکیل بله بوده؟ شما چی بوده؟ شما مهمتر از اون بودید، شما سفیر بودید. میخوای به کجا برسی آقای میبودی؟ به مردم ایران بگو با این بحث با امیر احمدی میخوای به کجا برسی؟ من جدی میگم به کجا میخوای ببری جریانو؟ میخوای بگی چی؟ امیر احمدی خائن؟ امیر احمدی؟ نه من چیزی نمیگم. امیر احمدی طرفدار حکومت کی میخواید؟ آقای امیر احمدی ببینید، شما میگید مردم در ایران بیرون نمیان چون میترسن. کارنامه مقاومت و پایداری مردم رو طی 40 سال زندانیان سیاسی اونها رو طی 40 سال شمار زندانیان اونها رو همین الان میشینید سرشماری بکنید. همین پریروز 3 دختر رو به اتهام این که در روز جهانی زن 3 شاخه گل دادن به مسافران در متروی تهران به 55 سال زندان محکوم کردن. خب منم وقتی میگید مردم تو برنامه محکوم کردم. خب نه میدونم. نه میخوام شما یک قدرت، یک آلترناتیو نیرومند در خارج نشون بده، این مردم فردا تو خیابون خواهند بود. چرا اینقدر آیه نصف میخوریم؟ چرا میگیم مردم ایران و تمام دلیری ها، شجاعت اونها، هزینه های سنگینی که پرداخت؟ آقا 10 میلیون ایرانی در خارج از کشوره، یعنی نفس کشیدن برایش تو ایران دیگه دشوار و مشکل بوده. با این حرفا به جای نه شما میرسید نه من و نه ما. عزیز من ایران 80 میلیون جمعیت داره، 60 میلیونش رای دهنده. ای بابا شما که عدد عجیب غریب میدید، شما که اعداد نجومی میدید. میخوام ببینم این تحقیر و تخفیف مردم آقا چه، شما چرا چه میگیرید از این که مردم رو مورد تحقیر، یعنی بگید اینا اهل مبارزه نیستن، اینا میترسن دیگه. مثل که این ویدیو کلیپ ها رو نمیبینید در طول روز 60 میلیون جمعیت داریم، از این 500,000 نفر فعلا دارن مبارزه میکنن. من نگران اون 55 میلیون 59 میلیون نفرم. عزیز من بذارید واقعی. آخه وقتی شما میگی 60 میلیون رأی میدن، این اچاف به مردمه، این اطلاعات غلط آقای امیر احمدی که دارید به من. یعنی ما 60 میلیون نفر رأی دهنده نداریم؟ معلومه نداریم. 60 میلیون رأی دهنده میان رأی میدن؟ من کی گفتم رأی میدن؟ آه شاید رأی دهنده داریم. بله شاید سنجور رأی دهنده. بسیار خوب، حالا یه بحث دیگه شد. خب بفرمایید. شما دارید به من گوش نمیدی عزیز، شما دارید گوش نمیدید. عرض کردم ما 60 میلیون از 80 میلیون رأی دهنده، نه اینکه رأی میدن. رأی دهنده یعنی در سن رأی دهندگی هستن، یعنی از 18 سالن تا بالا. اینو من میگم رای دهنده، سن رای دهنده. ما گفتیم 60 میلیون ما رای دهنده داریم، یعنی چی؟ نه اینکه رای میدن،
نکی رفتن رأی دادن. ببین شما داری منو خوب گوش نمیدی، حرف خودتو میزنی، به حرف خودتم گوش میدی. عزیز من، آقای میبودی عزیز، ما با این نوع برخورد به جایی نمیرسیم. اینکه به امیر احمدی رو متهم بکنه که میخواست رابطه درست کنه، میخواست رئیس جمهور بشه، میخواست فلان کار بکنه، به جایی نمیرسی عزیز من. این همون روشیه که 40 سال، 25 سال، 30 سال، من چه میدونم، انجام دادید، به هیچ جا هم نرسید. خب خوشحالم که شما به جایی رسیدید که دلتون میخواسته. آقای امیر احمدی، خوشحالم که شما دست کم به موفقیت. اولا به من بفرمایید، مثل که به نظر میرسه سایه امنی در ایران برای شما درست کردیم، حق دارید فعالیت بکنید. دیدم که آقای از گروه آقای احمدی نژاد هم به اصطلاح اظهار نظرهایی شده بود در مورد شما و اینکه قصد دارید در ایران چه کارهایی انجام میدید، روی دفاعیه بود. میخوام ببینم که با آقای احمدی نژاد مرتبطید؟ ببینید، اولا اون نام اون چیزا تابناک، من مطمئنم که در مورد اون مقاله تابناک داری حرف میزنی. من معمولا روی این چیزا اصلا چیز ندم، کامنت نمیدم، نظر نمیدم. این یه عده شارلاتان توی ایران جمع شدن توی روزنامه ها و مطبوعات مزخرف میگن. من اصلا وقت این کارا نه میخوام اینا با احمدی نژاد مرتبطید یا نه. اجازه بده آقا. آقای من برنامه‌ام خیلی مشخصه، متاسفانه شما هم که باید بیاید کمک کنید و مسیر بندازی، هی به بیراهه میبرید. آقا سوال دارم میکنم، ببین اجازه بده بپرس. آقای امیر احمدی، آبان داره چیکار میکنه؟ خودت داری چیکار میکنی؟ اینا رو که پرسیدم دفعه قبل، چیکار بکنیم؟ آقای امیر، اینا رو پرسیدم. هی چه چیزی نمیدونم تابناک علیه تو چه نمیدونم. نه من همچین چیزی نگفتم. آقای نجات رابطه داری؟ هی نمیدونم چرا رئیس جمهور میخواستی بشی؟ هی چرا اینا؟ آقای امیر احمدی، آقای احمدی نژاد و آقای قالیباف عملا وارد گود انتخابات شدن، کارزار انتخاباتی. میخوام ببینم که ارتباطی بین شما و احمدی نژاد هست یا نه. آقا مبارک شما شه، به من چه؟ بنده براندازم. آقای میبودی، شما یا الان منو میشناسید یا سازمان آبانم میشناسید یا نمیشناسید. آقای میبودی، بنده میخوام 200 نفر روحانی رو از سیستم سیاسی کشور خارج کنم، میخوام حکومت مذهبی در ایران رو برچینم و سر این دارم مبارزه و فعالیت میکنم. آقای قالیباف با آقای احمد نژاد ملاقات کرده، آقای چه ربطی به من داره؟ مثلا 180 درجه پروژه من با پروژه اونا متفاوته. اونا که نمیخوان آخوندا برن، اونا که نمیخوان حکومت مذهب بره، اونا جمع شدن تو انتخابات مجلس شرکت کنن. بنده اون انتخابات رو هم اکنون تحریم کردم و مردم ایران گفتم نرید انتخاب بکنید. ببین اصلا من میخوام بگم شما یا بدر اصلا نمیشناسید دارم چه کار میکنم، نمیدونید یا نمیشناسید چه کار میکنم، و هی منو بس میکنه به این اون. عزیز من، من و آقای احمد نژاد الان 180 درجه اختلاف نظر داریم. ایشون در جهت حفظ نظام عمل میکنه، من در جهت سرنگونیش این 20 نفر. من اصلا نمیدونم چرا ما باید این بحث رو با هم خب نه میخوام ببینم این حذف 200 نفر که میفرمایید به تغییر نظام خواهد انجامید، خودش توهم نیست؟ آخه چرا توهمه عزیز من؟ نظام جمهوری اسلامی همین 200 نفره. بذار برات یه مثالی بزنم، شاید متوجه بشی که توهم نیست. شاه فقید یه ارتش 400 هزار نفره داشت، یک ساواک عریض و طویل داشت، یک گارد جاویدان داشت، یک دربار عریض و طبیل داشت و هزارها نفر نخبه سیاسی دور برش. اما مردم در خیابون در 57 میگفتن شاه باید بره. میدونید چرا؟ برای اینکه کل اون نظامی رو که داشت صحبت میکردم روی دوش شاه بود. و همین اتفاق هم افتاد. وقتی که شاه رفت همه چیز سقوط کرد. عزیز من، امروز تمام این نظام جمهوری اسلامی روی این 200 نفره. ما یه دونه شاه نداریم، ما 200 تا الان آخوند داریم که این سیستم روی دوش اوناست. اگر اینا برن کل نظام فرو میریزه. من نمیفهمم چرا مردم ایران فرمولی به این سادگی رو نمیفهمن. مردم هم منظورم مخصوصا نخبگان و روزنامه نگاران و براندازاشون. اصلا شما میخوای چی رو سرنگون کنی آقای میبودی؟ شما میخوای چی رو سرنگونی کنی در ایران؟ سپاه را، ارتش و حزب الله ها را، چند میلیون نمیدونم آخوند و ببین ما 300 هزار تا آخوند داریم، 150 هزار نفر سپاهی داریم، 200 نفر بسیجی داریم، عرض کنم که 1-2 میلیون نفر حزب اللهی داریم،
ارتش داریم 400,000 نفر، نیروی انتظامی داریم نزدیک به 70-80,000 نفر. عزیز من شما بخواید یه دفعه بخواید بری چند میلیون نفر رو سرنگون کنی؟ هر کسی که دنبال همچی سرنگونی هست مغز نداره. برای اینکه با چی؟ با کی میخوای تو اینا رو سرنگون کنی؟ بابا بشینید فکر کنید، بابا بشینید فکر کنید، بعد از 40 سال بشینید یه ذره فکر کنید. آخه این که راه حل نشد، این که مسیر نشد. ما امیر احمدی سازمان آبان با دوستامون نشستیم فکر کردیم، به یک نتیجه خوب رسیدیم. اساسش هم تجربه 57. ما گفتیم آقا ما 200 نفر آخوند رو میخوایم از سیستم سیاسی کشور خارج کنیم، شما چه مشکلی با این دارید؟ میگید نمیشه. اگر 200 نفر رو تو نمیتونی خارج کنی، اون وقتی که نمیتونی 4 میلیون رو خارج کنی. آقا عزیز من نقشه من که خیلی واقع بینانه تر از نقشه شماست که میخواید همه رو بندازید دور. نمیتونید، آدمشو ندارید، همش هم دنبال اینو که مردم کجاست بیارش. 40 سال خودتون رو سرگردون کردید با مردم، همون مردم هم میرن در هر انتخاباتی با حکومت رای میدن. همین پوپولیست شدید، همتون پوپولیستید، همتون ضد نظامی، ضد سپاه و ضد اون. برای چی؟ هیچ، که دلتون رو خوش کنید که دارید مبارزه میکنید. عزیز من ببین، تو ما 1 اینچ 1 سانتی متر شما جلو رفتید در این 40 سال؟ نه، همون حرفای 40 سال پیش، 30 سال پیش همین جور داره تکرار میشه. این راهش نیست. باید بشینیم ببینیم وقتی که شما آقای شما فرض کنیم که شما از لس آنجلس دارید به طرف سان دیگو میرید، مثلا باید 3 ساعت 2 ساعت، خیلی هم بد باشه 4 ساعت برسید. ولی اگر شما از لس آنجلس را بیفتی به 20 ساعت نرسی به سان دیگو، اون وقت نباید ماشین تو بزنی کنار، نقشه را نگاه کنی، جی پی اس تو نگاه کنی، ببینی شاید اصلا تو داری نیویورک میری، اصلا سان دیگو نمیری. نه متاسفانه باید بهتون بگم آقای دکتر امیر احمد، ماشین رو بزنیم کنار، نقشه را نگاه کنیم. نمیشه که ما همون مسیر رو هی ادامه بدیم. ما یه مسیر جدیدی رو باز کردیم جلوی پای مردم، همه تو سرش میزنن. برای چی؟ برای اینکه اکثر اینایی که خارج از کشور مخالفت میکنن از ایادی خود حکومتن، مثل اون آقای روح الله زم، اون کرخر. خب میخوام بگم که اومدن یه عده آدم کردن توی این جریان به اصطلاح براندازی الکی، همشون اومد ایادی حکومتن که امیر احمدی هایی رو که برنامه دارن، نقشه دارن، یه راه درست دارن رو بکوبن، آقای شاهزاده پهلوی رو بکوبن. همین زم دیدید چی حرفای پشت سر رضا پهلوی میزد. اینه عزیز من، یه ذره بشینید فکر کنید، ببینید به کجا دارید میرید. آقا از مسیری که چستی سان دیگو نیست، وگرنه 5 ساعته رسیده بودی حد اکثر. 20 ساعت داری میرونی نمیرسی. بزن کنار، نقشه رو نگاه کن، مطمئنیم داری میری نیویورک یا داری میری سان فرانسیسکو، درست مسیر عکس داری میری. نکته ای که من دارم، ما باید بشینیم بذاره بهتر، بیشتر، دقیقتر با برنامه فکر کنیم، باید علمی فکر کنیم، باید مهندسی بکنیم این جریان رو. بابا این یک کار مهندسیه. شما که نمیتونی یه حکومت رو با داد و فریاد براندازی کنی، شما نمیتونی یه ساختمون رو با جیغ و داد بسازی. نمیشه. باید مهندسی کرد، باید تمام جوانبش رو دید، داید آسیب پذیری ها رو دید، قدرت رو دید، هم طرف ما هم اون طرف. همش میگن آقای امیر احمدی میخواد سپاه رو بیاره. آقا اگه من بتونم سپاه رو بیارم، تو باید سر صورت رو طلا بگیری. نمیشه آورد، به این سادگی هم نیست عزیز من. اصلا من نمیفهمم شما چرا دنبال چی هستید. من فکر کنم 95% اینایی که مخالف من و آبان هستن طرفدار روحانیت هم. هر کس که امروز علیه سپاه، نیروهای نظامی، نیروهای امنیتی، نیروهای حزب اللهی حرف بزنه طرفدار روحانیته. ما تو ایران یک مشکل بیشتر نداریم آقای میبودی، این روحانیون حاکمن، این حکومت مذهبه. ما یه حکومتی داریم که کلیسا در اروپا قرن 12-13-14 داشت. عزیز من، ما حکومت مسجد داریم،
ما حکومت نظامی نداریم، ما حکومت سپاهی نداریم، ما حکومت حزب اللهی نداریم، ما حکومت اسلامی نداریم، ما حکومت مسجد داریم، مثل همون حکومت کلیسا که اروپا داشت. اینو اگه مردم ایران بفهمن، اگر اینو مخالفین حکومت بگیرن که مطمئنم هیچ وقت نخواهند گرفت، 40 سالم نگرفتن، مثلا اون حل میشه. فقط همینه بگیرن که آقا تو ایران مشکل روحانیونن، هیچ کس دیگه ای نیست. بنابراین مخالف این ایده، بنابراین این فقط آزادی خواه هستن طرفداران دموکراسی. آقا تو کدوم آزادی خواه؟ آزادی خواهی که طرف روحانیته، اون که آزادی خواست. خب اصلا میشه طرفدار روحانیت باشی آزادی خواه باشی؟ تو اصلا میتونی طرفدار روحانیت باشی اصلاح طلب باشی؟ تو اصلا میتونی طرفدار روحانیت باشی چی میدونم دموکراسی خواه باشی، دموکرات باشی، میخوای حکومت پارلمانتاری درست کنی؟ مگه میشه؟ آقای میبودی، کسی که طرفدار روحانیت نمیتونه هیچ یک از اینا باشه. حالا مهم نیست خودش اصولگرا بدونه، اصلاح طلب بدونه، خط سه بدونه. این سخنانی که میفرمایید این نتایجیست که اخیراً بهش رسیدید دیگه. اخیراً بهش رسیدید. نه خیر، بنده همیشه بهش رسیدم. همیشه بوده. هرگز نه اصلاح طلب بودم نه اصولگرا. بعد از همون روز اولش هم به آقای خاتمی رأی منفی دادم، همون روز اول. آقا شما چرا این حرفو میزنی؟ آقای میبودی شما منو نمیشناسی. نه من چیزی نگفتم، فقط سوال کردم. من از کجا میدونی من سوال کردم؟ چقدر امروز عصبانی بودی. من قربونت برم، برای اینکه آقای میبودی وقتی که اینجور اتهام میزنه به من، من اتهام نمیزنم، من فقط سوال میکنم، میگم میپرسم آقای هوشنگ امیر احمدی، شما که میخواهید 200 نفر رو در ایران از صحنه قدرت حذف بکنی، آیا نیروی نظامی کافی برای این کار داری؟ اگر داری با اونها مرتبطی؟ اگر مرتبطی چطور اصلا میتونی با اونها اطمینان بکنی با توجه به اینکه اینا همیشه عواملی مثل شما رو بازی دادن؟ من نفهم این بود، شما دوست ندارین سال یا دقیق و عمیق و میدونید بسی فکر نمی کنیم. ببینید مثال میزنم، برای یه مثال همش تهمت بزنید تو آلمان میچی نمیگی. مثلا رابطه ایران و امریکا، من ایران میکنم تو چرا تو رابطه ایران. حالا آقای امیر پس هستان، وقت ما تمام شد، باید بگذاریم دفعه دیگه هم گفتگو میکنیم، گفتگو رو دنبال میکنیم. یا تو باشه تو کجا آمدیم با آقای هوشنگ؟ امیدوارم بار آینده یکمی آرامش خودشون رو حفظ کنن. دست دکمتون هم قشنگه آقای امیر احمد. خیلی متشکرم. انگشترتون خیلی متشکرم. این دفعه انگشتر فیروزه‌ای داشتید ها؟ من ببخشید اگه یه وقت تند شدم. نه انگشتر فیروزه‌ایتون رو نشون بدید. انگشتر فیروزه‌ایتون رو نشون بدید. انگشتر ایناش. تشکر. تشکر میگم. با البته با این دوگمه سر دست. با چاکر هم هستیم. تا گفته گوی دیگه. بعد ممنونم. تشکر. با چاکر آقای شاهزاده پهلوی هم هستیم. تشکر میکنم. ممنونم.